صبح زبایتان بخیر، خوش آمدین و خوشبختانه هم مهماندار هستیم آقای محمد ناصر حکیم‌زاده با ما هستن که شان منشی انجمن ورزشکاران پغمان هستن و بیشتر صحبت را با شان خواهیم داشت و همچنان آقای محمد رسول رسولی با ما هستن که شان مسئول برگزاری مسابقات کیوان انجمن ورزشکاران پغمان هستن و بیشتر صحبت را در مورد مسابقات کیوان نخبه کابل می داشته باشیم. سلام، صبح بخیر، خوش آمدین. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما و صبح بیننده‌های عزیز بخیر. امیدوار هستم که صبح تقریبا سرده که این زمستان فرا میرسه، روزهای تقریبا سرد یا کاملا سرد؟ نه، تقریبا سرد. طرف های شما کاملا سرد؟ ولی طرف های ما کم سرد شده، خوب خوب است، خوب است، ولی استودیو کم سرد تر. خون دیگه نگویم، ما میشم که میگم تایید نمیکنه. سلام آخر رسولی، خوب هستین؟ صبحتان بخیر. تشکر، سلامت باشین. محمد رسول رسولی هستم، مسئول برگزار کننده مسابقات کیوان از انجمن ورزشکارای پغمان. خیلی خوش هستیم شما را در کنار خود داریم. خب بیشتر صحبت را در مورد هر یکی تان که میخواین جواب بدین مشکل نیست، فقط میخواییم این را بدانیم که در مورد مسابقات کیوان نخبه کابل بیشتر بشنیم از شما. مسابقه انتخاباتی تیم منتخب کابل که 100 ورزشکار اشتراک کرده بود از 10 کلب ورزشی ولایت کابل و شهر کابل، این رقابت ها برای یک روز برگزار شد و 30 چهره برتر انتخاب شد. در این مسابقات 4 کتگوری سنی اشتراک داشت که هم نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان بود و در جریان یک روز به میزبانی انجمن ورزشکارای پغمان در پغمان برگزار شد. خیلی خوب، یعنی در پغمان بود. بله. باز به اساس کدام معیارات آقای رسولی این مسابقات برگزار شد تا شما بتانین همون پایانی که میخواستین یا هم نخبه‌ای که میخواستین به دست بیارین؟ به اساس همی که از طرف تربیت بدنی ورزش های رزمی به ما پیشنهاد کرده بود، چرا رئیس های ما تبدیل شد، رئیس نوامد، میخواستن نخبگاه حال هم هستن. دمی جریان باید ما مسابقات برگزار میکردیم که از ولایت کابل نخبگان معرفی شود و تا بتانیم ما مسابقات ولایتی را در نظر بگیریم، بچه هایی که میخواهن در تیم ملی راه پیدا بکنن و بتانن مسابقه بکنن. خیلی خوب آقای کیم‌زاده، مشنیم از شما در مورد ازی که در حدود چقدر بانوان حضور داشتن و چقدر آقایان یا مشترک بود یا تنها با بانوان بود یا آقایان؟ تنها بر آقایان بود. تیم منتخب کابل آقایان ما برگزار کردیم. چون در اینجا معلومات بیشتر نبود که آقایان از یا بانوها، و این خاطر پرسیدم، بفرمایید. فرق نمیکنه، مسابقاتی که در 4 کتگوری سنی برگزار شده بود 100 ورزشکار تمامشان آقایان بود و البته تیم منتخبه کابل تیم آقایان بود که انتخاب شد در پخمان. خیلی خوب، یعنی باز بعدن از بانوان همچنان میباشه یا خیر؟ برمیگرده به در مسابقات بعدی یا هم مختلف که است؟ ما تنها میزبانی مسابقات داشتیم. فدراسیون عمومی ورزش های رزمی مخصوصا سبک کیوان کیک بوکسینگ فدراسیون مسئولیت برگزاری انتخابات داره، انتخاب یا برگزاری مسابقات داره. افتخاری رو ما داشتیم که در این دور ما میزبانش بودیم. خوشبختانه که رئیس سبک کیوان کیک بوکسینگ فدراسیون عمومی ورزش های رزمی و اعضای این فدراسیون حضور داشتن و این مسابقات برگزار شد. بحث برگزاری مسابقات بانوان هر زمان اگر لازم دیدن ما آماده ازی هستیم برگزار بکنیم، ولی این برمیگرده به فدراسیونشان که چه زمان لازم میبینن، در کجا لازم میبینن که برگزار بکنن. خیلی خوب آقای رسولی، شما مسئول این برنامه بودین؟ بله. که برگزار میشد. بله. خب چقدر مسئولیت زیاد بالای شما بود و چی کارهای را شما انجام دادید؟ مسئولیت دیگه بسیار زیاد بود و تشکری میکنم از ورزش های رزمی، از رئیس صاحبش باز محمد مبارز و رئیس صاحب کیوان کیک بوکسینگ نصیر احمد شیرزاد و جناب حکیم‌زاده صاحب. بسیار شب و روز تلاش کردیم، در حدود یک هفته دیگه ما تلاش بسیار زیاد کردیم به موجه احسانه که میخواستیم. در کدام تاریخ برگزار شد؟ در تاریخ 8. در تاریخ 8 برگزار شد. بله. و بالاخره توانستین نخبگان زیاد را پیدا کنین. خب بعدا اگر برنامه‌ای که باشه باز هم به این روند میباشه یا با کم تغییر خواهد بود؟ ما کوشش میکنیم کم تغییرش بتیم، از ولایت ها بخواهیم که از ولایت ها نتانستیم، باز مشکلات امنیتی بود و از بعض مشکلات ها بود که نتانستیم از ولایت ها بار دیگه بخیر
میتونیم که از ولایت ها بخواهیم و مسابقات برگزار بکنیم انشالله. خب آقای حکیم‌زاده مشنیم از شما در مورد اینکه حالا آب و هوا هم رو به سرد شدن است، از این کرده هم سرد میشه فیلن مال میشه که خیلی هوا سرد شده بالای شما تاثیر کرده، ولی این رو بگوین که هر آنقدر که هوا سرد میشه به یک ورزشکار ورزش چقدر مشکل میشه، چون امو درست است که حالا زمانی که نو ورزش شروع میکنی در طول روز یکم مشکل میباشه، بعدا با امی که یکم نرمش کار میکنی و یکم وجود گرمه دیگه باز بعدا قدر سردی رو احساس نمیکنن. برای ورزشکارا تابستان زمستان نداره، فقط ابتدا یکم سخت است تا که گرم کاری میکنه آماده میشن فضای کلب ورزشکارا میاین امو هوا رو میگیرن. خب طبعا سردی هوا هم تاثیر داره، اما در نشانزنی باز چطور است؟ در نشانزنی مشکل نداره، مشکل فقط در سبک تراب یک کمک مشکل داره چون در فضای باز است. بخاطر که خوب سخت فایر است اگه دوست یخ بزنه باز تو میشه. نه باز در سبک ساچمایی که از داخل مثل یک استادیو است داخل جیمنازیوم ها برگزار میشه، اما سبک تراب باز نسبتا مشکل است، آمار مسابقاتش و تمریناتش بسیار کم میشه، محدود میشه چون سرد هم است و نمیشه که مثلا مسابقه شود. پس دوباره میایم به پغمان، بیشتر مشکلات روی والیبال و فوتبال است ده. چون برف میشه زمینایشان روش برف میزنه مشکل است، اما ما در 6 سال گذشته تلاش ما می بوده که جیمنازیوم و پغمان ساخته شود. در همین 2 سال خوب بود، پیشرفتای زیاد داشتیم، ولی باورمندی ما به می است که تا اواخر امسال سنگ تهداب ازی گذاشته شود و عملا کار شد. چند سال میشه منتظر هستیم که بالاخره سنگ تهداب گذاشته شود؟ والا اگر بگوییم 7 سال میشه که تلاش میکنیم به خاطر از این مبارزه میکنیم. خوب شما جواب چی بوده که دریافت کردیم؟ مثبت بوده. مثبت بوده. خب همیشه همه چیز در گفتار است، در عمل کرد بسیار کم پیاده میشه در عمل. کرشمجان یک چیز بر شما بگوییم که انتقال زمین از یک اداره به اداره دیگه کار ساده نیست. پیدا کردن زمین بازو هم در پغمان در یک نقطه مرکزی که تمام ورزشکارا از تمام پغمان اشتراک بکنه و دسترسی به او داشته باشه. یک جیمنازیوم ساده است که بسازن، فقط ساخته شوه. مهم دسترسی ورزشکار است. ما ورزشکار داریم که از لحاظ اقتصادی اقتصاد بسیار پایان داره. مشکلات زیاد داره. اقتصاد مردم درست نیست. یعنی شما ببینید وقتی که یک قسمت دور ساخته شد و وقتی که ورزشکارا به او دسترسی نداشته باشه، من فکر میکنم ساخت و ساز همون یک مکان شاید بی‌معنا باشه. و می خاطر مشکل جایم بوده در این مدت زمان، مشکلات اما انگیام بوده که من خودم شخصا پشت ازی در امی مدتی که بر شما عرض کردم گشتیم و تلاش کردیم که ساخته شود. بازم باورمندی ما به می است که انشالله ساخته شود. و اما تو که صحبت های با وزیر صاحب مالیه داشتیم، با جناب رئیمی صاحب رئیس تربیت بدنی داشتیم، با همکارا در وزارت شهرسازی داشتیم، انشالله که امسال کارش آغاز میشه و ما تلاش خود میکنیم. اگر پیش من می بود طبعا نمی ماندم که حدود یک سال دیگه ماندم ایشو، اما هر چیز سه مراحل دارم، مرحله به مرحله پیش میره تا بتونم کار درست انجام بیافم. خب آقای رسولی مشتاق در مورد از اینکه با آینده ها شما چی پلان هایی رو دارین، چی کارهایی رو میخواین بیشتر انجام بدین به خاطر بهبود ورزش؟ ورزشکارا در کل یک عمت تلاش خود میکنه، هر آن چیزی که باشه مانع ورزشکاران میشه. ما ان شاء الله کوشش میکنیم که مسابقات بهتر و بهتر را برگزار کنیم از طرف انجمن ورزشکارای پغمان و حتی بتانن از هر ولایت افغانستان که هستن از انجمن ورزشکاران پغمان مستفید شوند. طور نشه که انجمن به نام پغمان باشه و از کابل باشه و از دیگه ولایت ها نتانن که در این مسابقات اشتراک بکنن. ما کوشش ما تلاش ما همی است که انجمن ما مکمل سایه پوشش تمام افغانستان بگیرن. انشالله آرزومند هستیم. ممنون از شما از یک تشریف آوردین. اگر حرف باقی است مشنویم. تشکر. سلامت شما. سلامت ممنونتان. حالا هم وضعیت آب هوای افغانستان و چند شهر دیگر با هم یک جا تماشا میکنیم، دوباره برمیگردیم، ما را همراه باشیم.